پس هم به شما بینندگان برنامه بالا ویزیون یکی از برنامه های امنیت اینترنتی مورون رو آغاز میکنیم. در این برنامه باز هم سعی میکنیم به کسان که قرار به ایران مسافرت کنن در هفته های آینده یا کسان که در ایران هستن و میخوان امنیت بیشتری داشته باشن در مورد استفاده از اینترنت کمکی بکنیم و در این مورد به VPN ها میپردازیم. همونجور که میدونید فیلتر شکن ها به طور کلی برای این هستن که هم بتونید به وبسایت هایی که قابل دسترس نیستن، سانسور شدن، بتونید برسید و همین که این رو بهتون اجازه رو بهتون میدن که تمام کارهایی که دارید میکنید قابل نظارت نباشه. یعنی شما موقعی که از VPN استفاده میکنید یا از فیلتر شکن ها به طور کلی استفاده میکنید، کسی که صاحب اینترنت در اون کشورتون معمولا نمیتونه ببینه که شما در چه وبسایت هایی رو بهش مراجعه میکنید یا چه نوع فعالیت هایی دارید. از اونجایی که خیلی کاربران که تو ایران زندگی میکنن به راحتی نمیتونن VPN هایی که در دنیا هست بخرن، خیلی از VPN هایی که میخرن در خود ایران براشون فراهم شده و بعد این رو خب متوجه باشن که بعضی از این VPN ها با توجه به اطلاعاتی که رسیده از طریق خود حکومت فراهم میشه و خیلی امکانش سخته که آدم بفهمه که آیا این VPN ها VPN هایی هستن که سالمن یا VPN هایی هستن که حکومت فراهم کرده که بعد بخواد نظارت بکنه که کاربران دارن چه کار میکنن. اگه شما فقط یه کاربر عادی هستین و میخواین برید که یک سری ویدیوهای یوتیوب ببینید و فکر میکنید که نوع استفادهتون هیچ مشکلی نمیتونه براتون درست کنه، شاید این VPN ها براتون مشکل ساز نباشه. ولی اگه فعال سیاسی اجتماعی هستین و فکر میکنید که حکومت ممکنه نظارت کنه نوع استفاده از اینترنتتون و فعالیتاتون و نظراتی که میذارید رو وبسایت مختلف، با هم موقع باید بیشتر مواظب باشین و به هر نوع VPNی اعتماد نکنید. و واقعا توصیه ما اینه که با توجه به اینکه در داخل از ایران خیلی سخته که با متوجه بشین که چه نوع VPNی سالمه چه نوع VPNی سالم نیست، بهتره که از VPN های خارج از ایران استفاده بکنید و اون VPN ها رو بخرید. واقعا دو راه هست، یکی اینکه از دوستانتون در خارج از کشور بخواید که VPN براتون بخرن. این راه برای کسی که از این به ایران هم میرن خب فراهمه. کسی که میخوان به ایران سفر کنن بهتر قبل از سفر وی پی انشون رو بخرن، نصب کنن و بعد به ایران برن. اگه امکان براتون نیست، یه راه دیگه اینه که خب به راهی که ما شنیدیم کسی که فعالان کامپیوتری تو ایران این کار میکنن اینه که کارت اعتباری میخرن تو ایران. ظاهرا شما میتونید در وبسایت هایی که موجود هست برید و کارت اعتباری مجازی دریافت بکنید و بعد با استفاده از اون کارت اعتباری بیاین و VPN بخرید. VPN بازم من تکرار می‌کنم، VPN یه نوع فیلتر شکنه که مطابق امکاناتش از یه جهت‌های بیشتره، چون اجازه میده که خیلی وبسایت‌ها راحت استفاده بکنید و حتی چیزی مثل چت یا اسکایپ یا چیزای دیگر رو بتونید راحت اجرا بکنید و طریق VPN به دنیای خارج وصل بشید. من خود سوال اینه که خب وی پی ان هایی که خارج از ایران هر از کجا پیدا بکنیم؟ برای اینکه بتونیم وی پی ان ها رو پیدا بکنیم و وی پی ان بتونیم بخریم، میتونیم از گوگل استفاده بکنیم. و من توصیه اینه که به وبسایت https گوگل برید، https google.com، و بعد از ورود به اونجا برای سکیور وی پی ان جستجو بکنید تا ببینید که نتیجه هایی که میاد کدوم هاست. و ما در اینجا بالترین نتیجه رو که یک لینک به وبسایت لایف هکر انتخاب میکنیم. در اینجا چندین شرکت وی پی ان معرفی شدن و خب ما خودمون چون نمیخوایم شرکت وی پی ان خاصی معرفی بکنیم، به شما فقط راه کلیشو میگیم که چجور شما این رو پیدا بکنید. و در اینجا با رفتن به یکی از این انتخاب ها شما میتونید با اون کارت اعتباری که دارید پولشو بدید و یک یوزر یا شناسه و رمز و همینطور بهتون معمولا یک آی پی میدن که چجور بتونید وی پی ان رو استفاده بکنید. معمولا اکثرشون یک ایمیلی به شما میفرستن که چجور وی پی ان رو باید نصب بکنید و شروع به استفاده بکنید. بعد اینکه وی پی ان رو نصب کردید دیگه خب میتونید مطمئن باشید که این تمام کارهایی که میکنید دیگه از دید حکومت ایران حداقل براشون خیلی سختش خواهد شد و تقریبا غیر ممکن خواهد شد که بتونن ببینن که شما دارید چیکار میکنید. متاسفانه خب همونجوری که میدونید بعضی موقع وی پی ان ها قطع میشن و وی پی ان ها غیر قابل استفاده میشن، ولی حداقل زمانی که قابل استفاده هن شما از یه امنیت نسبی برخوردار خواهید بود. و توصیه‌مون اینه که قبل از اینکه مثلا کسی که قرار به ایران سفر بکنن قبل از رفتن به ایران وی پی ان شون رو بخرن و نصب بکنن و بعد سفر بکنن،
یا اگر واقعا امکانشون هست و میتونن برای دوستانشون هم در ایران VPN بخرن و به عنوان هدیه به اونها VPN بدن. امیدوارم که این برنامه براتون مفید واقع شده باشه. اگر سوالی دارید یا چیز نکته دیگه هست که من بتونم جواب بدم، در بخش نظرات این ویدیو روی بالا ویزیون بنویسید و من سعی خواهم کرد که جواب شما رو بدم.